فصل یک. از کجا شروع کنم؟ رمز پیش افتادن شروع کردن است. رمز شروع کردن تقسیم کار به بخش‌های کوچکتر و آنگاه آغازیدن با اولین آنهاست. مارک توئین. سقراط فیلسوف یونانی به خوبی از نقطه ضعفی که در طبیعت خود داشت آگاه بود. با این حال به این نتیجه رسید که انسان موجودی تکامل یابنده است که می تواند تغییر کند، رشد کند و به سمت یک آرمان به حرکت درآید. انسان می تواند همیشه بهبودی حاصل کند. این بخشی از عظمت ماست و توانایی بهبود یافتن و بهتر شدن می تواند در هر لحظه از زندگی رشد کند. باور کنید که می توانید موفق شوید. برای اینکه به موفقیتی برسید، قبل از هر چیز باید بدانید و باور داشته باشید که می توانید موفق شوید. سخنی کلیشه‌ای به نظر می رسد. اینطور نیست؟ اما کمی وقت بگذارید و به این مطلب فکر کنید. از چه جای دیگری می توانید شروع کنید؟ باورهای شما تجربه زندگی شما را شکل می دهند. و بدون توجه به اینکه قبلا چه باوری داشتید می توانید آن را تغییر دهید و همراه با آن زندگیتان را متحول سازید. بدون داشتن باور رسیدن به موفقیت غیر ممکن است. باید باور کنید. باوری عمیق که می توانید موفق شوید. اگر باور نداشته باشید که می توانید متنعم شوید، رسیدن به تنعم غیر ممکن می شود. نظام آموزشی، جامعه و سایر نهادهای شکل دهنده ذهن ما متاسفانه بیش از آنکه خوشبین باشند، تولید بدبینی می کنند. چند بار اتفاق افتاده که دیگران به شما توصیه کردند رویایی فکر نکنید؟ چند بار اتفاق افتاده که شما را به واقع بینی دعوت کردند؟ چند بار به شما گفتند که انسان نمی تواند به همه خواسته هایش برسد؟ از آنجا که از این قبیل حرفا زیاد می شنویم و در نتیجه درست بودن آن را باور می کنیم، ثروت را همیشه متعلق به دیگران ارزیابی می کنیم. گمان می کنیم آن تعداد انگوش شمار ممتاز شایسته آن هستند. احساس می کنیم موفقیت مهمانی است مخصوص خواص که ما را به آن دعوت نکردند. اما هرگز اینطور نیست. اگر موفقیت یک باشگاه متعلق به خواص باشد، علتش را باید در باورهای خود جستجو کنیم که گمان می کنیم راه ورود ما را به آن سد کردند. هر انسان موفق به هر صورت روزی به ذهنش خطور کرده که می تواند موفق باشد. برای اینکه به موفقیت برسید، لازم است ذهنیت خود را تغییر دهید. لازم است باور کنید که می توانید موفق باشید. باورهای خود را وارسی کنید و ببینید چگونه بر زندگی شما تأثیر گذاشتند. بسیاری از مردم صرفاً به این دلیل که باورهایشان را وارسی نمی کنند، دستشان از موفقیت دور می ماند. مارک آلن موضوع را در تجارت پنداره‌ای اینگونه جمع‌بندی کرده است. ضرورت دارد و در مواردی بیش از اندازه مهم است که وقتی صرف کنیم و باورهایمان را وارسی کنیم. قبل از هر کار باید به گذشته خود نگاه کنیم. نگاهی روشن و صادقانه. به حوادث و اتفاقاتی که زندگی ما را شکل داده اند نگاه کنیم. بعضی از این حوادث شکل دهنده منجر به باورهای سازنده شده اند. باید این لحظات را در خاطر بسپاریم و آنها را تشویق و حمایت کنیم. همه ما در زندگی خود کسانی را داشتیم که به توانمندی های ما اعتقاد داشتند و به شکلی از ما حمایت کردند. همه ما با جرقه های از هوش و درایت خود روبرو شده ایم. همه ما بسیاری از این جرقه های خودباوری را نادیده انگاشته ایم. باید گهگاه به این موضوعات فکر کنیم. باید به آن لحظات منفی که روی ما تأثیر منفی داشتند بیندیشیم. باید توجه کنیم که این منفی بینی ها روی زندگی ما چه تأثیری بر جای گذاشتند. پس از شناسایی این باورها می توانیم از آنها دست بکشیم. اینها باورهای راستینی نیستند.
اینها در نهایت باورهایی هستند که به صرف اینکه ما آنها را باور داریم صورت واقع پیدا می کنند. این فرایند آگاه شدن است. باید بدانیم که این باورها چگونه بر زندگی ما تأثیر می گذارند. چگونه سرنوشت ما را مقدر می سازند. باید بدانیم که چگونه می توانیم قدرتمند شویم. چگونه می توانیم به خواسته های خود برسیم. درباره موفقیت چه نظری دارید؟ از اینکه افکار خود را تحلیل کنید ترسی نداشته باشید. شاید تعجب کنید اگر بدانید چه موانعی بر سر راه خود در رسیدن به موفقیت قرار دادید. وقتی بدانید که می توانید عمیق‌ترین باورهای خود را تغییر دهید، نه تنها به این نتیجه می رسید که می توانید به موفقیتی که در تمام زمینه‌های زندگی شایسته شماست برسید، بلکه کاری ساده است. ساده تر از آنچه که حتی فکرش را می کردید و رویایش را در سر داشتید. در واقع هر روز زندگی شما انباشته از فرصت‌های مناسب است. نقطه نظرهای سودمند در ذهن شما جرقه می‌زنند و شما از کنار بسیاری از آنها بی‌توجه می‌گذرید. هنر تلقین مثبت به خود که در سرتاسر این کتاب مورد بحث قرار گرفته است به شما کمک می‌کند تا قدرت شهودی خود را تقویت کنید. این حس ششم رسیدن به موفقیت است. شما پیشاپیش مالک این خصوصیات هستید، اما ممکن است به طور کامل از وجود و حضور آن اطلاعی نداشته باشید. کافی است دست خود را به سوی آنها دراز کنید. کافی است آنها را در اختیار بگیرید. کار ساده است که توان آن را دارید. موفق شدن دشوارتر از شکست خوردن نیست. برای اغلب مردم شکست شیوهی از زندگی شده است. شکست عادتی است که رها شدن از آن دشوار است. فضای اجتماعی ما انتظارات بزرگ به ما داده، اما شرطی شدن اجتماعی روحی ما را تضعیف کرده است. چرخه معیوبی درست شده است. برای اینکه موفق شویم باید بدانیم که موفقیت هرگز دشوارتر از شکست خوردن نیست، بلکه روشی برای برنامه ریزی ذهنی است. آیا هر شکست ترکیب پیچیده ای از شرایط نیست؟ ببینیم برای از دست دادن فرصت‌های بیکم و کاست چه می‌کنیم. از کسانی که می‌توانند به ما کمک کنند تا راه موفقیت را بپیماییم حذر می‌کنیم. به نقطه نظرهای خود بها نمی‌دهیم. به موفقیت نظر نداریم. به شکست‌ها می‌اندیشیم. شکست‌ها را می‌پذیریم تا آن حد که ذهن نیمه هوشیار ما آن را طبیعی قلمداد می‌کند. در تمام این کتاب به نقش مهم ذهن نیمه هوشیار در رسیدن به موفقیت توجه شده است. وقتی بدانیم چگونه می توانیم از ذهن نیمه هوشیار برای رسیدن به موفقیت و نه شکست استفاده کنیم، به موفقیت می رسیم. این امری ناگزیر است. از هر بهانه‌ای برای مسدود کردن راه رسیدن به موفقیت استفاده می کنیم. چند مورد از این بهانه‌ها و توجیهات به مغز شما راه پیدا می‌کند؟ آن روزها همه چیز ساده‌تر بود. این بهانه است که هر یک از روزهای زندگی ما اشتباه بودن آن را ثابت می‌کند. در حالی که اشخاص منفی و نزدیک بین فرصت‌های شغلی را از دست می‌دهند و بیکار می‌شوند، همه ساله هزاران فعالیت جدید شروع می‌شود. هزاران و در سطح جهان میلیون ها انسان به پول و ثروت می رسند و میلیونر می شوند. به فیلم هایی که تولید می شوند، به کتاب هایی که منتشر می گردند، بر فرصت های جدیدی که در علم کامپیوتر رخ می نمایند و به موارد دیگر بیاندیشید. به این فکر کنید که همه روزه بخش های جدیدی از جهان به تجارت آزاد روی می آورند. موفق شدن نه تنها امروز امکان پذیر است، بلکه به مراتب ساده تر از گذشته می توانیم به آن دست یابیم. تمام دنیا در اختیار ماست تا برای رسیدن به موفقیت از آن استفاده کنیم. تمام دنیا در خدمت ماست تا نقطه نظرهای جدید خود را در آن پیاده کنیم و محصولات و خدمات خود را به آن عرضه نماییم. موفقیت به شرایط بیرون از ما بستگی ندارد. موفقیت با نگرش و باور ما در ارتباط است. باوری که از خود و از جهان داریم. آنچه شنیدید
کاری بود از کتاب آبا.